در موزه هنر مدرن هستیم در نیویورک و می‌نگریم به تابلوی زن یک اثر ویلم دو کونینگ، نقاشی شده در سالهای 1950 تا 1952. تکمیل این نقاشی مدت زیادی طول کشید و دو کونینگ در طی چند سال روی آن کار کرد و این را میتوان از نگاه کردن به سطح تابلو دریافت. لایه‌های رنگ روی لایه‌های دیگر، برخی نازک و رقیق، برخی زخیم و مات. برخی از دوستانش که درباره این تابلو حرف زدند گفتند که دو کونینگ مجموعی از تصاویر یک زن را روی یک بوم کار کرده بود و آنقدر بر آن کار می‌کرد تا تابلو از هم می‌گسیخت. سپس کل نقاشی را پاک می‌کرد و طرحی نو می‌انداخت. هدف او دستیابی به یک محصول تمام شده نبود، بلکه بیشتر به روند کار علاقه داشت. سرعت ضربات قلمو که کاملا آشکار است نشان می‌دهد که نقاش سریع کار می‌کرده. شیوه استفاده از قلمو قدرتی و زمخت و تقریبا شبیه خوشنویسی است. رنگ‌های درخشان با غلظت بالا استفاده کرده و گویی طیف‌های براق صورتی نارنجی و زرد در کنار رگه‌های تیره رنگ بدن کافی نبوده، حاشیه نقره‌ای هم در جانب راست تابلو افزوده است. گویی به عمد رنگ‌های دشوار برگزیده است. رنگ‌های حجیم، صورتی و گلبهی در کنار سبز زیتونی ناهمخوان به نظر می‌رسند. ویلم دو کونینگ یکی از چهره‌های اصلی اکسپرسیونیسم انتزاعی است. با جکسون پولاک دوستی داشت و با مارک روتکو رفت آمد و با این حال در کارش از پیکره انسانی بهره می‌جست. پیکره زن نشسته در اندازه بزرگ در تاریخ هنر سابقه دیرینه دارد و به نقاشی‌های مریم باکره برمی‌گردد. این هنری قدسی است که به قرن 20 آمده، زمینی و تجاری شده است. چشم‌ها تاکید بر پستان‌ها به نوعی با تصاویر دخترانی که بر پوسترها چاپ می‌شدند مرتبط است. تصاویر جنسی شده زنان با ماتیک غلیظ، خنده‌های دندان نما، سرمه و خط چشم. این دوران لحظه جذابی در تاریخ آمریکا است. برگشتن سربازان از جنگ، نحوه نمایش زنان چه بر پرده نقره‌ای و چه بر پوستر فیلم‌ها. اگر تصویر جنسی شده و شهوانی از زن را در ذهن داشته باشیم، در این تابلو اوست که به سوی ما می آید، بوم را پر می کند. مهم است به یاد داشته باشیم که ویلم دو کونینگ جز معدود هنرمندان نسل اکسپرسیونیسم انتزاعی بود که به شیوهی بسیار سنتی آموزش دیده بود. او می توانست به خوبی هنرمندان مکتب رفته قرن 19 طراحی کند. برای او مهم این بود هنری بیابد که در دریای فناوری‌های باستولید و در زیر بمباران تصاویر با معنا باشد. موضوع این است که سنت نقاشی پیکره در جهانی هنری که به انتظار روی آورده چه نقشی می تواند ایفا کند. وقتی به این تابلو می نگریم، شاید از خود بپرسیم بازوی راستش کجاست؟ آیا از کنارش آویخته است؟ آیا در دامنش فرو افتاده است؟ پاها و رانهایش کجایند؟ نقاش بدن را ساخته اما نمی گذارد به شیوهی منسجم وجود داشته باشد. چگونه باید این زمینه انتزاعی را با پیکره ای انسانی پر کنیم؟ این پیکره در کجا وجود دارد؟ بخشی از تنش موجود در این است که زمینه اصلی تابلو انتزاعی است. اگر او تابلو را کمی پیشتر برده بود و پیکره محو می شد، زمینه انتزاعی روی بوم بود که خود را به رخ می کشید و فضایی برای وجود پیکره باقی نمی گذاشت. این تابلو درست بر کناره حرکت می کند، جایی که پیکره به رغم خطرات محیط انتزاع هنوز می تواند خودش را در فضا نگه دارد. چیزی درباره فضای بین انتزاع و پیکرنگاری هست، ناشی از اینکه نقاش مردی است که دارد پیکری زنانه نقاشی می کند. زن حضوری مسلط و بلا منازع دارد. دو کونینگ میل تماشاچی مرد به پوستر زن، به فیگور مادینه تجاری شده در فرهنگ تصویری معاصر را گرفته و چون نوعی سوخت برای تابلویش استفاده کرده است. رنگ‌ها تهاجمی و پر انرژی هستند. چشمان زن برجسته و بیرون زده و دندانهایش نمایان است. این کار نوعی بدیهه، نوعی تجربه آزمایی است. هم بیانی معاصر از فیگور زنان است و هم رساله‌ای درباره شیوه ساخت آن.